اطراف <applause> تو را کردم آمده ای؟ داری میزنه؟ اوکی این فروت هم بریم دیگه و یه جوری تو <تصفح> مو خیلی شیک هم میاد سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت دم دستگاه و تمام تجزیزات رو فرزاد سلام امروز اپیزود سر یک ماست ما برگشتیم و میخوایم ببینیم که کارون برامون ما چی آورده من خند داشتم میخندیدم خواستم میگم که گند در بیاد همه آهنگو اینو دوزی <laughs> <laughs> وای دیگه نمیتونم اصلا این همه رو ببین وقتی اون رو نگاه میکنی مردم بعدم مسیج میزنم میگن که عرقی نخن کارون چه میدونم نه بابا من دارم فکر میکنم عرقی اینطوری فکر نکن ادعا رو در نیار با... دور بین دوست نگاه کن آره صافشی ما اینطوری فکر نکن. این مظلومه ها اینو اینطوری نگاش نکنید اونطوری نگاش کنید آره برو آقا باید سوال شروع کنم آقا من تمام <laughs> بگو بگو من داره تا حالا زمان. شده که عاشق دختر بشی <applause> آره. میگه تا حالا شده وقتی که داری یه نرم رو نصب میکنید اون Terms and کاندیشنز هست که همه اون تیکش رو میزنی که آی اگری و اینا اون رو کامل بخونی تو زندگی شده یه همچین کاری بکنی خیر خیر نکس نکس فینیش بوده همیشه آره. بعد مثلا تا حالا براتون سوال شده که گوگل مثلا چجوری اون همه پروداکت اون همه سرویس مختلف فوق رو مجانی در اختیار شما میذاره مثلا گوگل کرومو دارید نمیدونم گوگل مپس هست اصلا خود سرچ انجینش هست نمیدونم جیمیل استفاده میکنید گوگل درایو استفاده میکنید 15 گیگ به شما مجانی میده حالا شده سوال کنید که چجوری میشه که تو این دنیا که شما روی همه چیزتون مالیات میبندن و ازتون پول میگیرن اینجوری داره به شما مجانی سرویس میده خیریتی توشه دیگه خیره من کار خیر انجام میده حال کرده ما آره بفرق. کمپانی فیسبوک توی دنیا بسیار کمپانی جدیدی محسوب میشه 566 میلیارد دلار مارکت کپیتالیزیشنشه بله مارکت کپیتالیزیشن توضیح بدید آره این میشه قیمت هر سهم رو شما اگه ضرب داره تعداد سهم بکنی میشه مارکت کپ اون شرکته در واقع اندازه شایست. شرکت چقدره قیمت چقدره آره کمپانی فیسبوک 566 میلیارد دلار بکشم چکشو <تصفح> <تصفح> چجوری میشه که فیسبوکی که انقدر جوونه پنج برابر کمپانی نایکیه که خدا ساله هست تمام هم محصولاتش همه جای دنیا کاربرد دارن درست دو و چهار دهم برابر کمپانی نفتی شله پنج و چهار دهم برابر مثلا بریتیش پترولیوم چجوری همچین اتفاقی میفته اینا که قولای دنیا خدا ساله هستن دارن سرویس میدن و اینا فیسبوک سوشال مدیا یارو از دانشگاه گفت دخترها رو چجوری اسکول کنیم رفتش یه همچین اپی و زد و الان دیگه دنیا رو گرفتن چجوری میشه یه شرکتی اینجوری بزرگ بشه جواب خیلی ساده جواب اینه که اینا دیتا دارن داده دارن خب بله این الان تو دنیای حاضر بسیار مفهوم با ارزش و گرونیه دیتا بله و اینکه خب دسترسی همه ما هم به اطلاعات الان خیلی راحتتر شده دیگه همینجوری ما میریم میشینیم پشت کامپیوتر فرد تو گوگل سرچ میکنیم خدا تا لینک خیلی خوب میاد و کلی اطلاعات داریم در این حد که میگم مثلا دسترسی شما به اطلاعات از رئیس جمهور ترین کشور رو توی انسال قبل به مراتب بیشتره درست من مثلا آدم معمولی اندازه مثلا دولت های قدرتمند سال های گذشته دسترسی دارن به اطلاعات البته شما خیلی هم معمولی نیستی شما آدم خاصی هستی <applause> <عصی> برای ما <applause> و اینکه دیگه شما هر سوالی که به ذهنت برسه میتونی بری جوابشو گوگل پیدا کنی آره از این پزشکی که... نباشه چرا؟ آره بزشی, بزشی سرطان بزشی <applause> سرطان, این که دمای هوا چقدر و جمعیت چقدر و نمیدونم چطوری جنتلمن باشیم و چطوری تو کارمون اون پیش اینو بگیری تا اینکه که مثلا من غذام هم زود تموم میشه قبلا هم گفتیم غذا زود تموم میشه باید از سر میز باشیم چجوری من اصلا چی کار کنم که قضا دیر تموم شه تمام این سوالات رو گوگل به شما میده اصلا بحثی که ما با همکارای زر سندارمون داریم تو شرکت اینه که زمانی که شما سرچ نمی‌کردین اینترنت نبوده چه جوری کار میکردید شما یخ حوز می‌شکوندن نه دیگه بنده خدا مثلا برای جواب یه سال معمولی باید میرفتن یه عالم کتاب و سند و اینا رو زیر و رو می‌کردن که جوابش پیدا کنم همینش میزنیم مثلا حواسمون هم نیست که چطور این اتفاقا داره میفته و همه مجانی بله مجانی این نکته سر مجانی بودن است و خب اینکه این دیتا ها مثل شمشیر دو لب است دیگه اصلا فور ببنده هم. <applause> بشیم اینجا آره خوب. این میگفتن که شما چاقو داشته باشی میتونی خوب استفاده کنی میتونی بعد بله دیتا هم دقیقا همینه از اون طرف ما دسترسی داریم به دریایی از اطلاعات ارزشمند و میتونی مثلا خودمون رو به یه انسان متعالی تبدیل کنیم از اون ور میتونه تمام این اطلاعات علیه ما نقش ایفا کنه بله. حالا مثلا الان دیدید توی گوگل شما یه چیزی سرچ کنید اینجا این اتفاق میفته ایران هم میفته بعد میری تو فیسبوک میبینی تبلیغ اونا داره تو فیسبوک نشون میده در سرویس گوشی رو برمی میری تو اینستاگرام تبلیغش اومده توی اینستاگرامه یه چیزی بگم شاید اصلا بگرخید همتون ماشیه جراجی هست هر هفته نه نه پیش در مورد چی اپیزود داشتیم در مورد غذاهای پلانت بیس دایت اینا پبلش. بعد دیدم که توی صندوق پستی شرکت اومدن یه دونه پمفلت انداختن پنفلیت در واقع دفترچه خیلی گنده تمام آمارهای مختلف در مورد دایت های حالا پلان بیسد و اینا که ما اونجا خب توی شرکت داشتیم ضبط میکردیم دیگه اونجا اومد و انداخته بودم ولی خب آدرسش برای یکی دیگه بود <laughs> یعنی اصلا آدرس اشتباه ولی انداخته اصلا نمیدونم چه اصلا چیز رشه به تنم افتاد ندیدم آره بعد تو اساتیر رعش. ذکر شده اصلا شما کافی راجع به یه چیزی جای حرف بزنی بچا اتفاق افتاده براشون حرف زدن سرچ هم نکردن رفتن دیدن تبلیغ اون اومده بعد شما نمیدونی. این گوشی که گذاشتی رومیز، حالا اونایی که آیفون دارن سیری اونایی که گوگل اندروید دارن Assistant. آره یه اسمای مختلف هم این چیزایی که تو خونه از الکسای آمازون هست و همه اینا شما نمیدونی این صدای تو رو میگیره چیکارش میکنه میده بغلی ولی ها آمازون خیلی باز گفتش که ما اینا رو استفاده میکنیم و ازشون داریم آره حالا میگم بعد که ما هیچ این ترمزن کاندیشنش رو که نخوندیم توش یه جا ممکنه اقوم اصلا صدایت رو زب میکنم که آمازون گفته درست نمیره بخونه این اپ فیس اپی که حالا فرزاد هفته پیش نه قسمت قبل راجع به صحبت کرد شما هم جو عکس بار فرتی گذاشتی توش و اینا اونا که به کنار اصلا اثر انگشت ماها رو دارن همه چون تو گوشیامون رو با اثر انگشت باز میکنیم الان اگه آیفون جدیدم داشته باشید که عکستون هم تو حالات مختلف خستگی خواب بیدار با عینک بی عینک مهمونی اینا همه ای رو دارن قشنگ فیچرهای ناب هم اکسترکت کردن و راحت شناساییتون میکنن بعد دیگه گوگل مپ هم که استفاده کنید دیگه لوکیشنتون هم همه بعد اینا رو حالا شما داشته باشید صبح 24 جون سال 2016 چه افتاد الکسا دیگه برای یک دیگه پخش کرده بود نه. مردم انگلیس که خواب بیدار شدن شوکه شدن اها. دیدن که رای اومده که از اتحادیه اروپا انگلیس میخواد خارج شه بهش میگن بریتانیا اگزیت یا برگزیت و حالا برید مصاحبه هایی که با آدما شده توی انگلیس رو بعد این اتفاق نگاه کنید اکثرا اینجوریان که شوکه شدیم همه با لفظ شوکه شدن دارن احساسشون رو بیان میکنن و اصلا داستان چیه چجوری جوری شد که هیچ کسی پیش بینیش رو هم نمیکرد چون تو همه کشورهای دنیا که انتخابات برگزار میشه قبلش یه نمونه برداری کوچیکی از جامعه میکنن از طریق اون پیش بینی میکنن که برنده احتمالی انتخابات کیه توی هیچ کدوم از نمونه برداری ها توی جامعه آماری کوچیکی که گرفته بودن هیچ در نیومده بود که مردم انگلیس قرار رای بدن که انگلستان از اتحادیه اروپا خارج بشه درست چی شد که همچین اتفاقی افتاد یه خبرنگاری پاشو رفت یه جای کوچیکی توی ولز بله. که یکی از در واقع های انگلیسی انگلیس جزء بریتانیای بزرگ کبیر حساب میشه در واقع که توی اونجا اتحادیه اروپا اتفاقا خیلی هم خرج کرد و ساختمان‌های جالبی ساخت هم به وجود آورد و کار به وجود آورده این خانم رفته با آدما مصاحبه کرده اونجا اکثریت رأی داده بودن که باید خارج بشه درست من نه بگم درسته ولی بگو غلط <applause> بعد ازش که پرسیدن از آدما که پرسیده چرا شما یه همچین رأی دادی گفته که اتحادیه اروپا برای ما هیچ کاری نکرده در صورتی که کلی کار اتفاقا اونجا انجام داده بود و طرف گفته که بیشتر فقط مهاجر فرستاده اینجا و مثلا شغلای ما رو گرفتن و حالا جرم و جنایت رفته بالا اینا در صورتی که نرخ مهاجرت به اون نقطه جز پایین ترین نرخ ها بوده مثلا تو اروپا یعنی مثلا مهاجر هم اونجا نمیرفت همه بومی های خودشون ها. بعد از خانه پرسید خب مثلا این ایده مهاجر و اینا رو کجا داری میگی گفتش که من فیسبوک هم که نگاه میکردم توی اون نیوز فیت هست اون صفحه اول که اسکرول میکنی میری پایین یه عالم خبر میاد یه ما از وضعیت بعد مهاجرا توی ترکیه گفته بود فیسبوک وضعیت بعد مهاجرا ترکیه و مشکل نیوزفید چیه اینه که قابل ترک کردن نیست یعنی مثلا طرف نگفته من رفتم توی سایت بی بی سی رو دیدم توی جایی گفته که این خبره میاد و میره و هیچکی نمیتونه ترک کنه جز خود فیسبوک خود فیسبوک در واقع این اطلاعات رو داره که تو چه تاریخی به من نوعی که از فیسبوک دارم استفاده میکنم چه چیزایی نمایش داده شده اینا این خانم حالا خبرنگار و تیمشون از فیسبوک خواستن که این اطلاعات رو بهشون بدن این اطلاعات رو قطعا ندادن به. خود پارلمان انگلستان هم مثل که از فیسبوک از مارک زاکربرگ خواسته که اینو بده و بیا توضیح بده اطلاعاتو ندادن هیچ وقت هم توضیح ندادن و اینا متوجه شدن که کلی جرم رخ داده توی رفراندوم انگلستان همین بریتانیا اگزید که از طریق فیسبوک این کار انجام شده بعد توضیح میده این خانم میگه که نه مال تد حالا اسم خانوارم میگم میگه که توی انگلستان هزینه ای که هر حالا کاندیدا میتونه تبلیغ کنه یا هزینه ای که برای انتخابات انجام میشه محدوده چرا محدودش کردن به خاطر اینکه قرن 19 که بوده ملت توی خیابون راه میرفتن پول میدادن رأی میخریدن واسه اینکه اون مشکل رو حل کنن حالا در واقع به دموکراسی نزدیکتر بشن هزینه تبلیغات انتخاباتی محدود شده با. ولی با وجود پدیده ای مثل فیسبوک آیا میشه چک کرد که چقدر هزینه برای تبلیغات انجام شده ن... دیگه نمیشه دیگه چون فیسبوک ممکنه که یه عالم کاری انجام بده که روی ناخداگاه آدم ها تاثیر بذاره اصلا رو خداگاهشون تاثیر بذاره ولی این اطلاعات رو به صورت درست به طرف نشون میده که تأثیر گذار باشه حالا چه جوری ایشون میرن دو سال تحقیق میکنن که چه جوری همچین اتفاقی افتاده میفهمن که این شرکت های فوق پولدار همین فیسبوک و اینا میرن باهوشترین و بااستعدادترین آدم های دنیا رو استخدام میکنن که اینا یه سری راه جدید برای حالا منیپولیت کردن یا دستکاری کردن ذهن و نظر آدم ها به وجود بیارن که خیلی موثر باشه که این جوریه؟ میان از شما یه پروفایل خیلی دقیق ثبت میکنن مثلا شما از چیزایی که دوست داری و چیزایی که مثلا چیزهایی که دوست داری تو چه بازه ای مثلا راجع به چی سرچ کردی مثلا تو کفش فلان چیز دوست داری زیاد موتور دوست داری سرچ کردی همه اینا رو متوجهن میدونن تو حتی از چی میترسی این خیلی مهمه این ترس رو الان بهت میگم چرا و اون داستان حالا شرکت کمبریج انالیتیکا بود که ما یه اپیزودم راجع بهش رفتیم این لامصبا به 87 میلیون پروفایل فیسبوک پروفایلی که فیسبوک ساخته بود یعنی تمام دیتیل شخصیتی شما رو به مرور زمان ثبت کرده بود این اومدن به 87 میلیون از اون داده ها حالا این عدد رسمی شده شاید بیشتر از این باشه دسترسی پیدا کردن و مثلا میدونه که شما از چه چیزایی میترسی مثلا فرض کنید به با عنوان یه آدم آمریکایی ممکنه شما از ورود مهاجرات ترس داشته باشی کار شما رو بگیرن که امنیت شما رو هم بزنن همچین اخباری میاد به شما فیت میکنه هی فرت فورت میاد میگه مثلا مهاجرا تو ترکیه فلان کار کردن تو آلمان فلان کار کردن تو هی نگاه میکنی بعد از اون ور که مثل ترامپ میاد میگه که مشکل ما مشکل مهاجراست و تنها راه مقابل با اونا منم دیوار چیه دیوار آره دیواری که پایین بسازیم و من من میتونم این کار رو انجام بدم این خیلی بازی ظریفیه خیلی هزینه برداره و بقول این خانم میگه این شرکت ها پول با ترین و با استعدادترین آدم رو استخدام میکنن که راه های جدید پیدا کنن که ذهن شما رو دستگاری بکنن و خلاصه خانم میگفتن که تحقیقشون رو که میخواستم منتشر کنم بارها از طریق همین کمبریج آنالیتیکا و فیسبوک تهدید شدن که این تحقیق رو منتشر نکنید اگر میخواید اسم خانم کرول فامیلی شد نمیدونم تلفظ میشه <applause> یه همچون چیزی yeah. C A D W A A A D A R تایتلش رو سرچ کنید <تصفح> F B role in Brexit تا یا 15 دقیقه یه نگاه کنید اونجا توضیح میده که ایشون توی تتاک از این آدم ها با عنوان FB role in Brexit FB role یا یا برا نقش فیسبوک توی Brexit که از آدم های همین فیسبوک اینا این خانم به عنوان خدایان سیلیکون ولی یاد میکنه اف بی رول این چی فکر فکر میگی اف وی رول این نه نه نقش فیسبوک اف ما... بی رول یعنی حرف اف و حرف بی که خانم از اونا به عنوان خدایان سیلیکون ولی یاد میکنه و بهشون میگه که این دموکراسی نیست این چیزی نیستش که ما دنبالش بودیم و شما خوشحالید که تو تاریخ از شما به عنوان کسانی یاد بشه که یه همچین دستکاری توی انتخابات انجام دادن با. حالا ما اینجا نظرات شخصی راجع به ترامپ و اینا گفتیم خیلی مخالف ما بودن ولی این داستان کمبریج آنالیتیکا اینا دیگه واقعیه اینا تا یه حدی اخبارش در اومده که نقششون توی برگزیت و انتخابات ترامپ چی بوده چی بوده چه جوری تونستن دستکاری بکنن ذهن مردم رو که رأیشون بره به سمت این و این جوری نبوده جز اینکه از شما یه پروفایل دقیق داشتن از علایقتون از ترساتون و خبرهای مناسب و تو زمان مناسب به شما نشون میدادم و به مرور این تغییرات رو به علک شده خب کایلا یه عروسکه که میگن به اینترنت وصله کایلا آره سی ای که این عروسکه با شما میتونه حرف بزنه با شما که نه با بچه که اون عروسکه رو داره بچه مثلا ازش سوال کنه این چون به اینترنت وصله و حالا سپیچ ریکاگنیشن اینا داره متوجه میشه که شما بچه چی گفته جوابش رو از تو اینترنت پیدا میکنه بهش میگردم همین کاری که حالا با سیری هم شما انجام بدید میکنه این عروسک هم این, عروس این کارو میکنه بروش روش نوشته بودن که این اصلا قابل هک شدن نیست و خیلی امنه و یه گوری شروع کردن تحقیق کردن در خیلی راحت این هک میشه درست یعنی حالا اون توی اون تتاکت یه نفر یه جا دیگه نشسته و اینو هک از طریق عروسک شروع کرد مثلا صحبت کردن با بقیه حالا شما فرض کنید این رو خیلی آدما دارن از اون ور داعش مثلا بیاد اینو حق کنه با این بچه ها صحبت کنه اصلا روح روان اینا رو دوچاره مشکل کنه داعش ها من آره. دارم بفیر کنم چیز درست <applause> نیست بعد رفتن این چیزش رو خوندن ترمز کاندیشن این عروسکو که هیچکی نمیخونه رفتن دیدن که یه جاش گفته که ما این حق رو داریم که صدای بچه ها رو ضبط کنیم و نگه داریم برای تارگت Advertisement <applause> یعنی چی یعنی صدا رو ضبط میکنن می‌بینن بچه فلان خونه به چی علاقه داره این اطلاعاتو میدن مثلا به گوگل میدن به فیسبوک اونا میفروشن به اون تبلیغ کننده بعد یهو میبینی مثلا چون اپ به گوشی مثلا بابای طرف وصله برای بابای طرف هی تبلیغ یه چیزی میاد که بچهش دوست داره کار <تصفح> 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 راحت میکنه ببین چقدر ما خودمون ممکنه خیلی حواسمون نباشه داره چه اتفاقی میافته؟ ولی این نه آرمان که ما فیسبوک یهو 566 میلیارد دلار میشه اندازه شرکتش چیزی بگم بگو چند تا بگو کوانتاس که بزرگترین هاو استرالیاست استرالیاس خب مثلا 100 خورده هاو هواپیما داره هاو پیما مثلا A380 داره و اینا ولی بزرگترین استش اون چیزه اون کارت پوینتشه که شما وقتی که مثلا خرید میکنید باهاش اون کارت نشون میدی مثلا یه سری امتیاز جمع میکنید مثلا کارتای امتیازی که مثلا تو فروشگاه هست به خاطر اینکه با اون تو هم میتونی بلیت بخری بلیت بخری مثلا امتیاز جمع میکنی بری یه سری از مغازه ها مثلا مغازهای مثلا مثل شهروند و اینا های خیلی بزرگ و اینا. بری مثلا هر چیزی بخری پوینت جمع میکنی امتیاز جمع میکنی بنزینم هم بزنی امتیاز جمع میکنی از یه سری جاها برای همین دقیقا میدونن که آدما کی چی میخرن چند میخرن کجا بنزین میزنن شوهای خونهشون کجاست و اینا تقریبا گفته بودن چهل بیلیون دلار میارزه سال 2016 و و بزرگترین استشون بود توی اون یه آره بی رفت مثلا شکل هواپیمایی استش نباید کارت آره مثلا فکر کنم مثلا باید اینا آه. باشه ولی گرون ترین استش اون امتیازاش بود که همش دیتا دیگه چون که میتونستن مثلا اگه میدیدن چه میدونم این طرف هر از گاهی مثلا چون میره ملبورن و میدیدن که پرواز ملبورن الان خالیه و اینم میدنم آره میدنم. به آره این, این میدم مثلا ارزون تر بیا برو ملبورن مثلا میتونستن پروازشون رو پر بکنن شمشیر دولب خیلی ترسناک. داشت دیوکنز میگه پاور همین شمشیر دولبه ولی جای تعجب نیست که این عروسکی که من گفتم تو آلمان ممنوع شده دنیا اینا چون میدونن چی خوبه چی بده اینو ممنوع کردن چرا چون اصلا میشه ازش به وسیله جاسوسی استفاده کرد هزار تا درد و مرض دیگه همین تیمی که این عروسک رو هک کرد یه کار خیلی جالب کرد گفتش که خانم حالا تو تتاک داشت میگفت یه عروسک رو... زد به اون لیلا نه میگفتش که ما همین سارا. هر کدوم تو گوشیامون خدا تا اپ داریم و این اپ ها همه یه عالمه اتراض ترمزن و اینا دارن که ما هیچ نخونیم خانم رفت نگاه کرد که به صورت اورج فکر کن چند صفحه است اینا خورده ای مثلا 40 <تصفح> خب، و مثلا 900 صفحه است خب 900 صفحه و یکی رو گذاشتن همه 900 صفحه رو بخونه اینا خانم گذاشته بود رو سایتش سی و یک ساعت خوردهای ای طول کشیده بود که این 900 صفحه خونده بشه این داشت میگم اصلا این خوندنه یه بحث متوجه شدن یه بحث دیگه این تو بخوای متوجه بشی سه برابر این زمان فقط باید زمان صرف کنی و اصلاً چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر سیستم حالا بیشتر آمریکای شمالیه که مسئله حقوقیش و اینا خیلی دقیق همه چی باید تعریف شده باشه که اگه پس ورده یه کسی اومد از شما شکایت کرد اینا از این حالا متن حقوقی استفاده کنن حالا بتونن دفاع دفاعی بنویسن یه عالم کار مختلف حالا تو اپیزود قبل هم که ایمان صحبت کرد کپی رایت و اینا ما اشاره کردیم مثلا طرف یه اختراعی میکنه واسه اینکه اختراع ثبت بشه روندش اینجوریه که طرف باید داکیومنت بکنه این اختراع رو میدن به وکلا باید باشه آره با. این اسناد رو میدن به وکلا وکلا اینو اصلا عوض میکنن با یه زبون عجیبی مینویسن برمیگردن به تو که تویی که نوشتی دیگه متوجه نمیشی آره واقعا چی نوشته شده بعد اصلا حجیم میشه بگم. ما دیروز یه ایمیل اومده بود از طرف در وقت وکیل اومده بود و اینا خب ما مثلا 12 سال دارم اینجا زندگی می کنم، انگلیسی میتونم بخونم شما مثلا پنج خط بود واقعا نفهمیدم چیه فرستادم برای وکیلون گفتم یعنی چی به زبان ساده برام ترجمه کن فرست. <تصح> خب حالا این کاری که میکنن خیلی عجیبه مثلا شما فرض کن توی چون فیلد مهندس مکانیکی خب یه چیزی اختراع میکنی خودت داکیومنتش میکنی اره. خودت مینویسی دیتیل کارینه بعد اینو که میدی به وکیلا اینکه حالا وکیل چجوری مکانیک میفهمه که من نمیدونم واقعا چجوری میکنن دمشون میکن. گرم این متن رو یه جوری عوض میکنن به تو برمیگردونن که اون تویی که نوشتی دیگه نمی‌فهمی. نمی‌فهمی چی شده آره اینش خیلی عجب حالا خلاصه این so ترمز اند کاندیشن ها so میگه من اینو نه یه اپلیکیشن میشه 900 صفحه یعنی شما 31 ساعت باید وقت بذاری مثلا این اینستا... اینستاگرام میخوای اینستال کنی بری بخونیش نمی‌کنی دیگه مریض مگه اینجوری چیز کنی ولی خب این مشکل داره دیگه یه چیز جالب دیگه بگو. توی دوازده ماه یعنی از جون سال 2017 تا جون سال 2018 بل. شرکت آمازون به مارکت کپش به اندازه کل سی پی جی اندستری. سی پی جی چیه دیگه نه بگو بهش میگن که کانزومر پکیج گود یعنی لباس و غذا و نوشیدنی مثلا شرکت نسله و پپسی و اینا که خیلی گنده های غذا و و نایکوش بوش آلمان و همه اینا رو بذاری رو هم آمازون توی یه سال به اندازه همه اینا به مارکت کف خودش اضافه کرد که مغز آدم سوت میکشه توی یک سال این لامستابا چیکار کردن ده سالی سکوت به حالا شرکت اپل و فیسبوک و گوگل و آمازون میگن تاپ فور دیگه بیگ فور اینداستری اینا هن. این لامستابا توی اون بحران اقتصادی که سال 2008 اینا بوده میگه اون اواخر بحران اقتصادی مارکت کپ اینا یعنی اندازه اینا اندازه مثلا کشور نیجریه بود خب الان میگه این چهار تا کمپانی روی هم بذاریشون فقط پنج تا کشور تو دنیا هستن که جی شون تولید ناخالص بلده. داخلیشون از این چهار تا کمپانی بیشتره حالا تولید ناخالص داخلی چیه اینه که تمام کالا و خدماتی که یه ملیت تو یک سال ارائه میده تولید میکنه حالا روی این بحث هست که این اصلا معیار درستی برای سنجش اقتصاد هست به حال عدد یا عدد میگه اینایی که بعد بحران اقتصادی مثلا اندازه نیجریه بودن فقط الان 5 تا کشور تو دنیا هست که از مجموع این 4 تا کمپانی بزرگتر باشه جی دی پیشون 4 تا تا گفت خیلی عدد وحشتناکیه واسه اینکه بفهمیم چقدر وحشتناکه آقای جف بیزوس. بیزوس. این آقا 165 مایز 6 بیلیون الان پول داره میلیارد دلار. این ده. ما مثلا سه ماه پیش نگاه میکرد این رو صد بود اولین نفری بود که صد راحت کرد به طرز افسار ای سهام آمازون داره میره بالا واسه اینکه بدونیم این عدد چقدر بزرگه خیلی درکش سخته که 165 میلیارد دلار چقدره این آدم اگه بخواد میتونه به همه مردم ایران نفری 85 میلیون نفر اگه ما حساب کنیم جمعیت ایران رو میتونه نفری 1950 دلار آمریکا بده یعنی حدود 23 میلیون تومان خب یعنی اینجوری 85 میلیون نفر رو میتونه به نفرشون نزدیک 2000 دلار این اینجوری ثروت داره بعد تمام میشه دیگه آخرش آخو. اگه ایران زندگی نکنیم من میدن بعد بعد است بعد داستان چیه که این خیلی خطرناکه که یه شرکت اینقدر قوی و بزرگ شده باشه حالا تو اصطلاح اقتصادی خودشون میگن که آمازون به یه اینداستری به یه صنعت اگه نگاه کنه اون صنعت از بین میره با. کاری که،, کاری که با حالا مغازه همین گراسری که همین تره بار مثلا باره. میگن با اونا انجام دادیم بود که یه کمپانی بود به اسم هول فودز آمازون که اینو خرید سهام بقیه شروع که افتادن نگاش کرد نگاه کرد چون یه کمپانی اومد اینو خرید بعد بعد اینکه خرید مثلا قیمت ماهی هو شد یه سوم توش آره ارزون میکنه آمازون آره دیگه اکونومیز اف اسکیل آره چون س... سکلشون خیلی بزرگه ارزون میکنه ولی ضرر میزنه به جاهای دیگه که طرف داشت میگفتش که به زیبایی تا که دیگه آقایی بودن با. که استاد اقتصاد بودن میگفتش که ممکنه ما خوشحال بشیم که مثلا آمازون چون وسایلی که ما نیاز داریم و خیلی ارزون در اختیار ما قرار میده ولی میگه من نوعی ممکنه این قضیه باعث بشه که تا مدتها مثلا حقوق من اصلا بالا نره چرا چون اون این اینداستری که من توش کار کردم مثلا آمازون نابود کرده ما از این خوشحالیم که مثلا قیمت ماهی یک سوم کم شده ولی از اون ور داره جاهای دیگه خودشو نشون میده یا فقط مثلا میگه که خیلی جالب میگفت اینکه تو انتخابات اینا دستکاری بکنن به واسطه دیتا هایی که دارن این دیگه چیزی نیست که مطلوب ما باشه دیگه این ارزون شدن قیمت ماهیه نیست یا میگم مثلا من نگران اینم که دختر 16 سالم بره... بگیره دستش چی بگیره دستش؟ قاعده. نه 16 از اون بچاست بره یه مهمونی یا نه در صورتی که ممکنه اون تو نشسته باشه داره لایو یه مهمونی وحشتناک تو یوتیوب مثلا میبینه داشتون گفت این اطلاعات چقدر میتونه آزار دهنده باشه <applause> از همون طرف که ممکنه طرف یاد بگیره از یوتیوب و سوشال میدیا اینا چجوری پیانو بزنه که خیلی اتفاق خوبیه از اون طرف همه این اتفاق بعدا هم ممکنه بیفته ممکنه تو زندگی تو صرف این کنی که مثلا چیکار کنی دو تا لایک بیشتر بگیری دیدیم چقدر تلویزیون غیر بدی و فوش بدی و کار عجیب غریب بکنی به خاطر فالوور و لایک و استوری از این داستان سه سه. و خب این خیلی بعد دیگه مدلی که اینا میتونن دستکاری بکنن ذهن همه رو و تنها راه حل اینه که قانون درست بشه در قبال این شرکت ها مثل کاری که حالا میگن با اون زمان که شرکت های نفتی مثلا خیلی داشتن رونق میگرفتن یا شرکت های راهن و اینا محیط زیستی تونستن انجام بدن که دیگه شما افسار گسیخته پدر دنیا رو در نیارید یه مقدار باید کنترل بشه و خب چون پدیده تکنولوژی بسیار پدیده جدیدیه و اینا تو مدت زمان کوتاه تونستن یه رشد وحشتناک بکنن هنوز نتونستن رگولیتد بشن هنوز نکردن چون خیلی هم پول توشه یعنی اینا طرف رو با جاش میتونن چند بار بخرن بفروشن اصلا با. نمیرسه هیچ قانونگذاری جرتش رو نداره بره اون کارو بکنه ولی کاری که باید انجام بده و این میشه که نوشته بودن توی آمریکا و بریتانیا بیشتر جوانات ترجیح میدن که یوتیوبر و ولاگر بشن تا فضا نورد حالا چرا اینو گفتن به خاطر اینکه امروز سالگرد پنجاهمین سالگرد ورود اولین انسان به آره به ماه میگه بچههایی که توی آمریکا و انگلیس هستن دوست دارن یوتیوبر و ولاگر بشن تا اینکه برن فضا نورد بشن در که توی چین هنوز 56 درصد جوانای چینی دوست دارن که فضا نورد بشن و تا چند سال دیگه چین میشه اختص... بزرگترین اقتصاد دنیا اینا آماره قطعیه اقتصاد خیلی استیبل و پایداری داره پایداری دارد. داره دیگه و حالا اون اول من چیزی بگو آقا تعداد اون روشن کن آخرش معمولا اول سیاه میکنن بعدا چیزی میگن آن نه چی به نظر چینیا بیان بشن چیز دنیا بهتر از اینکه آمریکا باشه چرا که نه من که ترسیدم نه حالا از به جای خوبی هم نمیریم نه فعلا که نمیریم دیگه اوه. حالا اون اول من گفتم گوگل چه جوری میتونه این همه کار خوب رو به ما مجانی بده به خاطر اینکه 90 درصد درآمد گوگل از تبلیغاته گوگل تمام داده های شما رو داره تمام چیزهایی که سرچ داده دا داده. دا 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 دا. <applause> تمام چیزهایی که سرچ کردی تمام جاهایی که رفتی همه اینا رو داره و کافیه اینا رو بده به فیسبوک فیسبوک بده به اون چارتهایی که تبلیغ میکنن رو فیسبوک همینجوری برای خودشون پول میسازن و بزرگتر و بزرگتر میشن و ماها رو به سمتی میبرن که نباید تقصیر کیه تقصیر همه است و خودمون بیشتر ما این که داریم از اینا استفاده میکنیم ولی خب حکومت ها باید یه فکری به حالش بکنن یه سری قانون بذارن اینجوری افسار گسیخت آقا یه نفر نباشه 165 بیلیون دلار پول داشته باشه که اراده کنه بتونه کشورهای مختلفو چند بار پشت سر هم خب. بخره بفروشه آخه خب اونطوری هم اگر نشته باشم تو یه جوری مثلا آقای بیزوس صد درصد از من بیشتر تو زندگیش تلاش میکنه اون دیزرف میکنه اون لیاقتش داره که بیشتر پول داشته باشه دیگه نه 165 میلیارد دلار با پولی که تو داری میدونید چقدر... نه نه میدونم منظورم من چیه ولی میگه... من که کسی که اینطوری داره تلاش میکنه یارو هیکلش که اون سن اینجوریه نه تلاشی که میکنه که <تصفح> آخه بابا چقدر سود داره به آدمای معمولی میرسه شما ببینید کارکنهای معمولی آمازون تو چه شرایط وحشتناکی زندگی میکنن کارکنهایی که تو انبار آیناشون کار میکنن خبره که میاد بیرون خیلی اوضاعشون وحشتناکه اون که تو خودت اون قپول داشته باشی اونا اونجوری بدبخت باشن که اون که درست نیست کاری هم برای دنیا اونجوری نمیکنن صرفا سودشون برای خودشونه و اینا همین کارا چجوری انجام میدن دیتا دیتا پروفایل دارن از تک تک شما ها از تک تک ماها تمام علایق ترسای ما رو دارن اینا رو پس یه جوری استفاده میکنن که چامپ اینجا میاد میشه رئیس شما دیگه از این خان... بدتر دیگه ندارین که چیزی شما... جالب جالب تو میگم میخوان اسم برج ترامپ رو عوض کنه تو ونکوور چرا به خاطر اینکه بد میدیا داره به قول معروف بد پابلیسیتی هیچ دیگه دیگه انتخابات دستکاری کنن دموکراسی از بین میره که این همه بشر تلاش کردی که بهش برسه و لزومان هم این اون چیزی نیستش که ما میخوایم اینو واقعا برید بهش بشینی فکر بکنید دیگه از اون اپیزود که کارون میگه ما میتونیم همه بریم مثل تصمیم کبرا سه بار عروش بریم دو بار گوش بدیم آخر هم نفهمیم چی شد نه اختیار خیلی خوب اون... داریم آخه ببین اونجا ف... فرض نشسته پشت اون دمه دست که داره بال بالی که میبینی میزنه برای اینکه کامپیوتر دوست داره بیش بیشتر باتری نداره سیمیشم زدیم تو این دستگاه من من یه دونه سری بگم چون خ... فکر می‌کنم کمی رپ داره به تاپیک کارون آره. و اینم کمپانی ایلان ماس. ایلا ماسک که به نام نیورو نیورو لینک آره بعد که یه چیزی نورلنگ. در واقع اینا ترایی کردن نیورو لینک <applause> آره, <نورلنگ. تصفيق> آره ترایی <applause> کرده <تصفيق> اول اومدن میخوان یه ربات ترایی کردن که بیاد عمل کنه و آدم رو عمل میکنه یه چیزی میذارن تو مغزتون که الکتروداش از مو نازکتره و کلا اینه که بتونی آدمایی که حالا اول آیدش نه، آدمایی که سکته کردن یا کنترل ندارن رو مغزشون بتونن برای آلزایمر و اینا آره بردجازی. و خب این دیگه اصلا یه نکس لوله که کلا فکر کنم ده تا اپیزود باید در موردش یه ز دیگه هم که گفته بودن این بود که اینا اومدن یه سری چیپ رو طراحی کردن که گذاشتن توی یه سری میمون و میمون آزمایش کردن و اونا الان میتونن با این کامپیوترها لینک بشن و میتونن استفاده بکنن از این و میمون از کامپیوتر استفاده میمون از موبایل کامپیوتر تونست استفاده و بکنن. مثل اینکه از سال دیگه میخوان برسوننش برای چیز FDA دی بکنن بیارن برای هیومن ترایل این میتونه خیلی وحشتناک باشه خیر خوب این بود قسمت سری 61 در مورد این شرکت های مختلف و دیجیتال مانیپولیشن صحبت کردیم فارسی شو بگو آ آل... اسمش خواستم عوض کنم ولی قدرت مخرب دیجیتال و اینا که دستکاری میتونه بکنه آره. شما شما ذهن آره. شما رو ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام فیسبوک یوتوب هر جا بزنید آره همه هی بگو هر جو بزنید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ